با اجازهتون آقای شفای، اگه اجازه بدید شروع کنیم و دوستان موافق باشن. من حاضرم، بسیار عالی، من آمادم، شروع بسیار کنیم. عالی. بله، خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزان و خیلی خوش آمدید به لایومون. در این جلسه ما دعوت کردیم از آقای منوچهر شفایی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، در خدمتشون هستیم. البته خودشون صاحبخونه هستن ولی امروز نقش مهمان رو دارن بازی میکنن برای ما، و اینکه در خصوص آزادی بیان و اندیشه و همچنین سانسور و خودسانسوری برای ما میخوان صحبت کنن، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای شفایی عزیز، و با اجازهتون شروع خیلی کنیم، ممنون. بفرمایید، در اختیار شماست. خیلی خوب، من زمین که خب سلام میکنم مجدد به دوستانی هم که جدید وارد شدن و صحبتمون رو قرار راجع به سانسور و خودسانسوری صحبت بکنیم که البته ارتباط اصلیش با حق آزادی بیان اندیشه است که ما تو جامعهمون خیلی با این موضوع مشکل داریم، یعنی درگیریم با این قضیه به دلیل بودن دولت‌های مستبد و بودن دولت‌های دیکتاتور. ما همیشه درگیر این مسئله سانسور یا کنترل، عرض کنم که بیان ما، بیان اندیشه ما وجود داشته، یعنی اندیشه ما همیشه تحت کنترل بوده و ما امکان بیانشون رو به آرامش نداشتیم، و به مرور این کنترل باعث شده که دیگه خود ما خود به خود خودمون رو کنترل کنیم و خودمون رو در واقع سانسور کنیم. خب من اینجوری میتونم صحبت کنم که اصلا آزادی بیان چیه؟ آزادی بیان اندیشه در واقع حقوق ذاتی ماست، چون حق بیان داریم، حق اندیشیدن داریم، پس ما میتونیم با حق بیان اندیشه جز حقوق ذاتی ماست که در زمان تولد با ما متولد میشه، و عملا بیان اندیشه چون به دیگران ارتباط پیدا میکنه در واقع تبدیل به حقوق شهروندی میشه. یعنی ما وقتی که بیان اندیشه میکنیم حق ذاتی ماست، بعد تبدیل میشه به حقوق شهروندی. یعنی وظیفه جامعه، چه جامعه کوچک، خانواده، چه جامعه بزرگتر، شهر و کشور و جهان، وظیفه شون اینه که شرایطی ایجاد کنن که ما بتونیم اون، عرض کنم که برای بهره برداری از حقوق شهروندیمون بتونیم به اصطلاح بیان اندیشه بکنیم به آرامش، به سخته که درگیر نشیم و دچار حوادث بعدی نشیم. خب این در واقع خیلی طبیعیه که ما برای بیان اندیشمون کارهای مختلفی داریم، یعنی راههای مختلفی داریم برای بیان اندیشمون. خب یه بخشیش مثل رادیو تلویزیونه، یه بخشیش روزنامه و مطبوعاته، یه بخشی کتاب و نوشتن و این داستان هاست، فضای مجازی که دیگه الان خیلی هستش، و یه بخشی هم روابط رودرروه، یعنی ارتباطات فرد با فرده، یعنی ما حتی خودمون با خودمون هم در واقع جزء رسانه است، جزء در واقع این مثلا آزادی بیان اندیشه ما ارتباط داره. خب ما پس الان متوجه شدیم که آزادی بیان اندیشه چگونه است، حق ذاتی است و حق شهروندی، و میتونیم روی این قضیه فکر کنیم و میتونیم یواش یواش بریم جلو. اما ببینیم سانسور چیه. سانسور یعنی این که، حالا کاری نداریم به لغویش و اینا، ولی سانسور در ادبیات ما اینه که وقتی میخواییم سخنی بگیم یا بیانی انجام بدیم یا یک کاری انجام بدیم کنترل بشیم. این کنترل شدن، حالا چه به صورت افراد چه به صورت جامعه، در واقع به اسمش میگن سانسور. یعنی در واقع برای گرفتن از این هم یه سری قواعد، قوانین میذارن، میگن که نباید اینا رو بگید، نباید اونا رو بگید، که این یه سری حوادث ایجاد میکنه. خب یکی از این به اصطلاح مواردی که خیلی به اصطلاح رایج در جامعه ما، من میتونم اینجوری بگم، بیان اندیشه روابط رو در روه، یعنی
رفقا با هم دیگه، دوستان، تو خیابون، تو مغازه، تاکسی، نمیدونم هر جا که میرن میتونن این روابط رو داشته باشن و رو در رو صحبت بکنن با افراد. و این خود این قضیه در واقع یک جای قابل بررسیه. حالا خیلی هم میگن مطبوعات، خیلی هم میگن اون، ولی من میگم مثلا ما در مسائل فردیمون هم ما داریم کار میکنیم و کارمون انجام میخواییم بدیم، ولی همیشه هم یه سری رعایت ها میکنیم. یکی از اون چیزهایی که خیلی موزل جدی هم هست به نظر من مسئله فرهنگی تعارفه. ما یه فرهنگ تعارف داریم، حتی مثلا خیلی ساده است، میریم یه جای مهمونی مثلا فرض کن برات یه چای میل دارید، تعارف میگید نه مرسی، دست های چای دوست داری ولی میگی نه مرسی، میوه دوست داری نه مرسی خیلی ممنون سر شده نه چی شده. این در واقع این خود به خود ما داریم جلو خودمونی میگیریم. یعنی من میخوام بهتون نزدیک کنم که خودسانسوری تا کجاست. و این خودسانسوری، حالا که ما سانسور رو فهمیدیم، خودسانسوری ما یعنی این که ما خود به خود خودمون جلو کار خودمونه میگیریم. حالا همینو بیاییم تأمین بدیم، مثلا بیاییم در سخنرانیمون، مثلا بیاییم در نوشته هامون، مثلا در عرض کنم که فضای مجازی، یعنی تمام اینا ما میبینیم که همیشه دنبال این هستیم که یه چیزی نگیم یه کسی بهش بر بخوره، یه چیزی ننویسیم که یه فردای پرونده ای نشه برای، یا یه چیزی نگیم که یه اتفاق دیگه ای برای ما بیفته. اینه که این مسائل واقعا در واقع باعث میشه که ما ببینیم که این خودسانسوری و خود سانسور چه بلایی داره سر جامعه و بلایی سر فرهنگ ما میاره. یکی از چیزهایی که شما اگر نگاه بکنید در ایران ما طنز خیلی زیاد داریم، یعنی همه دوستان ما بلا فاصله هر مطلبی یه طنزی براش درست میکنه، یه واقعیت خطرناک رو تبدیل به یه طنز میکنیم. چرا؟ چون مجبوریم خودمون رو سانسور کنیم، جوری بیان کنیم که در واقع یه جایی گیر نکنیم. خب تمام نویسندگانمون، شعرامون، کتاب نویسامون، تاریخ نویسامون، چند دارم همه اینا با اساس در اساس طنز حرف زدن. یعنی ما وقتی میخوایم بریم کتاب حافظ، مثلا بلد نیستم بخونم، ولی کتاب حافظ رو میخوایی بخونی 10 جور میشه تفسیر کرد. چرا؟ چون جوری نوشته که یه حاکم اینوری یا حاکم اونوری یا صابخونه یا بچه محلش بهش بر نخوره، هر کی هم بیاد بخونه یه تفسیری ازش میکنه. تمام این در واقع یک فرهنگ خیلی سختیه که ما داریم و متاسفانه نمیدونم نمیشه. یه سری من پیشنهاد دارم آخر جلسه میگم چه پیشنهادهایی دارم، ولی واقعا الان توی فرهنگ ما وجود داره. و مثال مثلا رادیو تلویزیون رو میزنیم که اصلا تلویزیون مملکت ما که اصلا درش پلومپه، فقط اون چیزی که دلشون میخواد میگن. یعنی اصلا ما حقی نداریم تو رادیو تلویزیون که اصلا بخوایم یه روزی بیانمون رو مثلا از رادیو تلویزیون پخش کنیم. نمونهش همین صحبت که الان میکنیم، باید بیان یه گوشه دنیا بشینیم مثلا حالا این دست اینستاگرام درد نکنه یه همچین کاری انجام داده، ما میتونیم مثلا 4 کلمه حرف بزنیم. یا بخش روزنامه و مطبوعاتمون رو ما رو ببینیم، ما روزنامه‌هایی که ما داریم، اولا حق چاپ نه، حق داشتن روزنامه خیلی ها ندارن. تازه اونایی هم که بیان چند جور تعهد و قسم و عایب و اینا بدن، تازه میان یک روزنامه یا نشریه‌ای بهش میدن، یه چیز چاپ بهش میدن، فردان بالا سرش یه دی نشستن میگن اینو ننویس، اینو ننویس، اینو بنویس. خب این که نشد کار که، یعنی از بیان اندیشه خبری نیست. یعنی هر آنچه هست بیان اندیشه آن چیزیست که آنها میخواهند. خب این در واقع باز راجع به روزنامه و مطبوعات، که الان من بعدش راجع به مطبوعات یه مقداری بیشتر صحبت خواهم کرد، برای اینکه یک موزلیه که الان هم تو جامعهمون هست و ما بعد نیست یه تاریخچه کوچولو هم ازش داشته باشیم. و اصلا راجع به کتابامون هم نگاه کنیم، ما
اصلا اکثر کتابایی که الان داره چاپ میشه یه خورده چهار تا نقد توشه، چهار تا واقعیت توشه، همه خارج از کشور چاپ میشه. ما در داخل کشور کتابی که نقد کرده باشه، کتابی که وضعیت اجتماعی رو به راحتی نشون داده باشه وجود نداره. یه کتابی به اسم سهم من که خانم سنی‌ای نوشته بود، مهرنوش سنی‌ای، ایشون در یه دوره آقای خاتمی حدود دو بار در واقع چاپ میشه، ولی برای دوره احمدی نژاد که مرحله اول میره جلو چاپش رو میگیرن بعد از 17 دوره. چرا؟ وضعیت یک خانومی رو از بچگی اعلام کرده تا آیت آخر، فقط وضعیت زنان رو اعلام کرده، یعنی سهم من، یعنی سهم من زن چیست در واقع. خب وقتی میریم میبینیم، میدیم تو کتاب هم همین بساطه، یعنی بلا فاصله میبرن میبندن، یه رئیس جمهوری میاد متعاملش نیست، یک چه میدونم آیت اللهی به مطابق علاقش نیست، خب جلوشو میگیرن و میبندن. نمونهش باز مثلا سند 23 رو من صحبت میکنم، یک سند در واقع که سازمان ملل اعلام کرده برای همه دنیاست، برای مطالعه، برای آشنایی. خب روحانی امضا کرد، قبول کرد، بلافاصله آیت الله شروع کردن که آها حق نداری، بعد هم که خب رهبر اومد اعلام کرد آقا اصلا جمعش کن، اصلا حق صحبت نداره جمعه. خب میدونی، یعنی خیلی به راحتی ما میبینیم که همه چی میره و ما هم به عنوان شنونده یا هر از گاهی نگاه کنندم بدون توجه رد میشیم ازش، یعنی میپذیریم که در واقع به قول معروف سانسور بشیم، میپذیریم که محدود بشیم، میپذیریم که کنترل بشیم. این در واقع این موزل ماست در رابطه با این شرایطی که داریم در واقع. خب حالا اگر من بیشتر رو مطبوعاتم، چون بیه ما گذاشتم به اصطلاح روز جهانی مطبوعات بود، من یه کوتاه و گذرا راجع به مطبوعات در ایران صحبت میکنم. خب مطبوعات عملا از سال در واقع بعد از مشروطه و اینا شروع شد و از همون موقع هم هر کسی در واقع چند تا رو ترور کردن، چند تا رو کشتن، چند تا زندان رفتن و امثال هم که دوره های مختلفی داره. مثلا میتونه یه دوره ای باشه که در زمان مثلا رضا شاه، رضا خان بوده، رضا پهلوی بوده، از سال 99 تا سال 20 هستش که چند نفر رو زندان کردن، میتونیم مثلا بگیم مثل فرخی یزدی، بعد عرض کنم که داریم باز یک دو تا دیگه، میزاده عشقی هست، اینا در واقع مواردیه که در زمان پهلوی بوده و بعد از اون دوره بوده که بعد از 20 شهریور اومدن محمد رضا پهلوی و در اون دوره هم باز یه سری روزنامه ها بودن و یه سری افراد و مثل محمد مسعود بود که در واقع روزنامه نگار بود کشتنش، بعد از کنم که فاطمی بود که کشتن، بعد دیگه میتونیم اسم ببریم از کسروی که نویسنده بود میتونیم اسم ببریم، محمد دهقان بود میتونیم اسم ببریم، بعد دیگه عرض کنم که یا محمد مهداد بود که ترورش کردن، یه جوانی بود که روزنامه پرچمدار رو انجام میداد، روزنامه بسیار پنیاریستی بود، و از روزنامه نگارهای دیگه که میتونیم اسم ببریم که اون دوره بودن، جعفر پیشه‌وری بود که روزنامه نگار بود، نشریه حریت رو داشت، بعد تبدیل شد خودش به عنوان یک لیدر به اصطلاح آزاد کردن آذربایجان رو که همون داستان 25-21 آذر اینا پیش اومد و حالا داستان دیگه ای هست، و یا پرویز خطیبیه که نشریه حاجی بابا رو داشت که از سال 32 که دیگه در واقع جلوشو گرفتن چون این سری انتقاد از پهلوی کرده بود. و این مال دوره من فقط تونتون دارم میگم، فقط اسامی رو خواهش من دوستان یادشون بمونه، تحقیق کنن چرا مردن، چرا کشتن. من میتونم بگم ولی وقتتون رو میگیره و به نظرم زیاد مناسب نیست برای این فرصت یک ساعته‌ای که داریم. خب بعد از انقلاب هم که دیگه تعریفش معلومه دیگه، دیگه از همون اول انقلاب بستن روزنامه ها، چند تا روزنامه ظرف دو سه سال اول راه اندازی شد،
تهران مصور را افتاد، امید ایران را افتاد، آیندگان را افتاد و و و و خب بلافاصله همه را یا آتیش زدن یا بستن یا گرفتن یا فراری دادن و همه اینا در واقع وجود داشت. از اونایی که در واقع بخشی هم اگر یادتون باشه خطای زنجیره‌ای بود که کلی توش روزنامه‌نگار و نویسنده توش اسم برده شده بود که کشته بشن یا کشته شدن، مثل آقای محمد مختاری، مثل جعفر پوینده و امثال هم که هستن. و بعد از اونم، بعد از این قتل‌های زنجیره‌ای، یک اتفاق دیگه ای افتاد که در رابطه با، من میخوام بگم که چقدر ما خودمون علاقمند کنترل هستیم و علاقمند سانسور هستیم و علاقمند این هستیم که جلو کار رو بگیریم. یک فضای باز مثلا مطبوعاتی باز شد در دوره خاتمی و کلی روزنامه‌نگار و نویسنده بود اینا پیدا شد و روزنامه‌های جدیدی اومدن و یه مقدار بحث از اصلاح طلبی و این صحبت ها شد و بعد کنفرانسی در برلین گذاشتن برای 3 روز، یه حدود 20 نفر از نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که در اون تاریخ جز اصلاح طلب ها بودن دعوت کردن، اومدن به مثل آقای گنجی و حالا آدم های مختلف، حالا دنبال اسامی نریم، دعوت کردن به برلین که بیان اینجا یه تبادل نظر بکنن، اظهار نظری بکنن، یه خودی به عنوان اصلاح طلبی بدن. از اونجایی که ما فرهنگمون فرهنگ جلوی حرف زدن منطقی رو گرفتن هست و خودمونم دوست نداریم حرف منطقی رو بشنویم، اگرم یه حرفی هم بشنویم مطابق سلیقه‌مون نباشه، میخوایم سرکوبش کنیم، جلوشو بگیریم. و هم کنفرانس برلین رو تبدیل کردم به یک مرکزی بس شلوغیات و عرض کنم که ریختم جایی که لباس در آوردی که رقصید، توهین کردن، فحاشی کردن، حتی که کردن که کی گفته شما بیاید حرف بزنید، بابا بشین حرف بزن، اون حرف بزن، تو هم حرف بزن. یعنی این اون فرهنگ است که با ما یک عمر، با ماست یه عمر مملکتی یا نه عمر مملکتی، عمر جهانیه، یه عمریه که در کشور ما به دلیل بودن دیکتاتورها، شاهان بزرگ، نمیدونم هم ارباب و ارباب و نمیدونم کت خدا و و و و و دیگه ما اصلا یاد گرفتیم همینا تو خونمون هم انجام میدیم. یعنی این اتفاقا همه اینا هست که من دارم میگم در کنفرانس برلین این اتفاق افتاد. و بعد از برگشتن از اونجا، خب جمهوری اسلامی هم بلافاصله سوء استفاده کرد از این قضیه، بلافاصله یه روزه 13 تا و ظرف یه ماه 33 تا نشریه رو بست و کلی از این آدم ها ریخت زندان، مثل مهرنگی زکار و نمیدونم کی و کی و کی، همه رو کرد زندان، حالا تعهد سند بده فلان بده این کارا رو. یعنی من میخوام بگم که با توجه به این قضایا، با توجه به این اتفاقایی که در همون کنفرانس برلین افتاد، اجازه داد روزنامه‌نگارا دستگیر بشن و بیان بگیرنشون و زندان. خب تا اینجای قضیه که ما تونستیم یه مقداری راجع به خود مطبوعاتمون در ایران صحبت بکنیم، ولی من دلم میخواد که یه خود راجع به قوانینمونم صحبت کنیم. یعنی الان قوانینی که برای مطبوعات زمان دوره جمهوری اسلامی هست عین قوانینی است که در زمان پهلوی بوده. من اینا رو با هم مقایسه کردم و من عنوان میکنم براتون. مثال در ماده، بذار الان یه گوشه نوشتم عین اون رو بگم. ببینید ماده 11، 12، 13، 14 در قانون مطبوعات زمان پهلوی که سال 1334 امضا شده و درست شده، مثل ماده 24 تا 27 دولت جمهوری اسلامی، یعنی توش ماده میگه که اگر کسی به شاه، شهبانو و ولیعت توهین کنه 1 سال تا 3 سال زندان داره و نشریهش تا 1 سال بسته میشه. این همین در ماده 14 هست، نه در ماده 24 هست، 24 جمهوری اسلامی هست که میگه اگر کسی به رهبر توهین بکنه 1 سال تا 3 سال نشریهش بدن تمامش هم تعطیل میشه، باید همون سر جاشه. و اگه به روحانیت انجام بده 6 ماه تا 1 سال. خب زمان پهلوی هم اگه به خاندان پهلوی بگه 3 ماه تا 1 سال.
یعنی همونا رو آوردن گذاشتن. یعنی این همون اتفاقات الان مطبوعات ما هست. حالا سر همین مطبوعات یه اتفاقی افتاد که عرض کنم که نزدیک یک ماه دیگه هم وقتش خواهد بود، 18 تیر، که دانشجوها برای اینکه قانون در مجلس پنجم میخواستن قانون مطبوعات رو به امضا برسونن، متنی که سعید امامی که لیدر و مجری طرح قطعهای زنجیره‌ای بوده، ایشون طرحی رو داده بوده به سازمان امنیت، همین طرح رو آورده بودن در مجلس پنجم، به عجله میخواستن به سلام اجرایش بکنن و در مجلس پنجم موقعی که آوردن در اجرایی بکنن، توی روزنامه سلام یه کسی اعتراض کرد که بابا این همین حرف مال مطبوعات دوره پهلویه. روزنامه سلام رو بستن. دانشجوها روز سه‌شنبه اعتراض کردن تا پنجشنبه که ریختن توی در واقع خوابگاه دانشجویان، تخریب کردن، کشتن، پدر در بردن و هر کاری خواستن کردن، و جمعه در واقع مردم ریختن خیابون به دفاع از دانشجویان و همون داستان واقعه 18 تیر رو که دیگه دوستان حالا میتونن بعدن هم، من قبلا هم صحبت کردم ولی ما آینده هم باز میشه راجع بهش مفصلتر صحبت کرد. و این در واقع این اتفاقات افتاد، این هم در واقع از مواردیه که در واقع باعث شده که ببینیم که ما قانون مطبوعات همون قانون مطبوعاتیه که سانسور روشه، قانون مطبوعاتی کنترل داریم، همه اینا رو داریم. ما یه وزارت ارشاد داریم یا وزارت مثلا مطبوعات همچی داریم که این در واقع هرچی میخوای چاپ کنی باید بری اونجا تغییر بدی، تفسیر بساط اصلا نقضش کنی، فیلم تهیه میشه، فیلم باید بره اونجا قیچی بشه و و و و مثال الان این فیلم خانه پدری خیلی تو بورس به خاطر این اتفاق بعدی که این یک ماه اخیر به خاطر همین قطعه ناموسی اتفاق افتاده، خب این جور سانسورا بوده، 10 سال بود قرار پخش کنن نذاشتن. خب این اومدنش میتونه اثر بذاره تو ذهن آدما، تو رفتار آدما، تو خواسته ها. اصلا اینا چرا باید جلوشو گرفته بشه من نمیدونم. یا فیلم های دیگه ای داریم مثل مثلا فیلم دایره بود که اونم بعد از یه مدتی آوردن به خاطر بود یه دایره و شرایط زندگی یه زن رو نشون میده، ازدواج میکنه، صاحب بچه میشه، صاحب دختر میشه، فرار میکنه، بعد همون دختر تبدیل میشه به یه زن، بود دوباره همون بلایا و همون مصیبت هایی که داره. خب این در واقع همون معضلات هستش که انجام میشه. من حالا میخوام بگم که بعد از اینکه در واقع اون روزنامه سلام و 18 تیری برقرار شده، مجلس پنجم جرأت نکرد تصویب کنه این مسئله مطبوعاتو و حدود 7-8 ماه بعد مجلس ششم که بهش بودن مجلس اصلاحات که دیگه تماما از اصلاح طلبا بودن، دوره آقای خاتمی بود، اینا اومدن و اینا وقتی که اومدن اولین کاری هم که کردن شروع کردن راجع به قانون مطبوعات در خرداد ماه صحبت کردن و خورد به تعطیلی. قرار شد که در مرداد ماه بعد از تعطیلات میان مجلس دوباره شروع کنن. در مرداد ماه وقتی اومدن اولین جلسه آقای کروبی اعلام کرد ما حکم حکومتی داریم و در این حکم حکومتی گفته شده که همون قانونی که مال سال 59 بوده، میگه مال قبلا اومده، این همونو اجرا کنی، یعنی مال آقای سعید امامی رو تصویب کردن و قانون مطبوعات فعلی شده و عملا تمام کاسه کوزه رو هم زدن. یعنی اصلا دیگه بحثی دیگه راجع به مطبوعات نشد که تو همون دوره دم اعتراض کردن، خب صداشون رو بستن و تموم شد و رفت. و ما میبینیم که یعنی در واقع با بعد از تمام این سرکوب هایی که وجود داره در جامعه ما، انواع اقسام ترمزها، دادگاه، سپاه، دیگه نمیم حتی نیروهای انتظامی و و و تمام اینها به عنوان مرجع جلوگیری آزادی بیان اندیشه هست، یه مرجع گردن کلفت است به نام ولایت فقیه داریم که یه حاکم به همه چی دیگه. حالا و متاسفانه با یک کلمه حرف اصلا یه جمعیت 80 میلیونی، حالا مثلا یه نماینده مجلس انتخاب کرده بگن آقا اینا نماینده هستیم، با یک کلمه اصلا اونم تعطیل که بودش کنار. یعنی عملا نگاه میکنیم آزادی بیان اندیشه در مملکت ما تا چه حد در واقع در حد
اصلا صفر، حالا صفر عدد خوبیه، صدها زیر صفر. خب من یک کمی تون تون گفتم، یک کمی آب بمونم. مرسی. خب من ادامه بدم بعد دیگه پرسش پاسخی اگه باشه بعدا دوستان. خب به هر حال حالا من دیگه نمیخوام اون متن حکم حکومتی رو بخونم و اینا، ولی اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم از این حکم حکومتی ها و از این دستورهای سانسوری ما خیلی داریم. یکی از اونهاش خیلی بامزه است، آقای خاوریه، هممون هم میدونیم، مال نسل خودمونه، یعنی همه دیگه تو این 5 6 ساله همه آقای خاوری رو دیگه پسر خالن باشون، همه میدونن آقای خاوری روز دو تا روزنامه نوشتن آقا این قصه 1000 میلیارد برد، رهبر گفت خفه شید هفته نزنید، بازم خلاص. حالا کسی از خبری خاوری هم مگه به طنز کسی یه جای دو تا شوخی بکنه، اما هیچ روزنامه ای رسانه ای رو تو شک نداره حرف بزنه. یا ما مثلا دیدیم باز نمونهش آقای موسوی کروبی با خانم آقای موسوی رو بردن حذف 11 ساله، مثلا برای چی؟ آخه چه حقی داره این نزای حرف بزنه؟ من معتقدم اونا هم حق حرف زدن دارن، نباید در حذف باشن. دولت اگر دولت قوی باشه، دولت اگر دولت مطمئنی باشه، اجازه میده همه مخالف ها حرف بزنن، اون جوابشو بده. با حذف فیزیکی، حذف کردن، ممنوع قلم کردن، ممنوع تصویر کردن، تبعید کردن، با اینا که نمیشه مشکل حل کرد که. یا اصلا آقای خاتمی که ممنوع تصویرش بکنه، خب برای چی؟ خب بذار حرفشو بزنه، چه اشکال داره 4 نفر طرفداریش بکنه؟ خب اینا این در واقع اینا خود سانسور انا، یعنی اینا چیزایی که من و شما نباید خوشحال بشیم که خب آقا این مثلا مخالف فلان بوده، این خودش نخست وزیرش آقای خمینی بوده، نه اونم حق داره حرف بزنه، خاتمی حق داره حرف بزنه، من و تو هم حق داریم. یا مثلا بیایم تو اتفاقاتی که مثلا با سانسور شد، مثلا ساخت بلاسکو تموم شد، اصلا هیچ خبر دیگه، هیچ گزارش راجع بهش نیست. اما مثلا راجع به دزدیایی که تو شهرداری شد، مثلا آقای قالیباف، قالیباف الان شده نماینده رئیس رئیس مجلس، بعد آقای یاشار سلطانی رو گرفتن کردن زندان برای مدت، چرا؟ لو داده بود. یعنی اصلا هیچی درست نیست. یا اصلا اختلاسای میلیاردی که الان دیگه اصلا اگه بخوایم بشینیم بشموریم دیگه از 200 میزنه بالا، میلیاردی های گردن کلفت ها، نه اختلاس های مثلا 2 میلیارد تومن، 1000 میلیارد به بالا. من امروز داشتم که گوش میکردم، طرف با هیچی رفته با آقای قالیباف، قالیباف قرارداد بستن با دولت با شهرداری که من به شما اینقدر تون میله گرد میدم، شما سهم بانک سرمایه به من بدید. قرارداد بسته میشه، بعد ایشون هم یه حواله صادر میکنه میده به شهرداری، شهرداری که میخواد بره قرارداد رو شروع کنه میلیگرد رو بگیره، میگن انبار خالی میلیگردی نیست. معلوم میشه که طرف صاحب بانک سرمایه شده الان و میلیگردی وجود نداشته، همین خلاص، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. چرا؟ چون روزنامه نگاری جرأت نداره بیان، چون رسانه ای نداریم که بیان کنه، چون هر کسی بیان بکنه گرفتاره، دستگیر میشه. اگه 4 تا جوون مثل که بیه وبلاگ داشته بردن اینقدر زدن بنده خود ستار بهشتی، من معذرت میخوام، یالا اینقدر شلوغ ماسک هستن گاهی واقعا کم میارم. خب اینا در واقع همون چیزیه که در واقع ما واقعا تو جامعهمون درگیریم. یا الان خانم هنگامه شهیدی، شهید هنگامه شهیدی، ایشون اومده در مورد اعتراض میکنه به یکی از این ملاها که رئیس دادگاه انقلابه،
که میگه این دزدی ها رو کرده، دوباره میگه میکنه زندان. بابا خب اون ادعا کرده، خب یکی بهت بازبینی بکنه، حداقل نگاه کنید، گوش کنید. و یکی از کارهای دیگه که الان داره اتفاق میفته، میدونید که تمام دادگاه ها بایستی علنی باشه، مثلا جزء قوانینه، هم قوانین جمهوری اسلامی هست هم قوانین جهانی هست. آقا دادگاه ها باید در حضور هیئت منصفه، وکیل و وکلا حضوری انجام بشه، مگر بعضیا که صلاح مملکت. ولی ما مملکتمون هرچی دادگاه در پشت دیوارهای بسته است، انگار که اصلا مملکت صلاحش نیست هیچی بشنه. حالا این هم از دزدی ها هر از گاهی تیکه میاره، میاره آقای مثلا بابک زندانی زندان کرد، حالا گفتیم حکم اعدام 4 سال زندانه، حالا نگرش داشتیم تا پولامونو بگیری، حالا کدوم پولو بگیری، کجا بگیری، میدونید؟ یعنی یه سری داستان ها داریم، مثلا داستان های بی سر و ته و بی قاعده. و این اتفاق ها، من مثلا باز مجبورم مثال بزنم، کشتی سانچی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، اخیرا قراره اعلام کنن بگن که اون جعبه سیاهش چی میخواد بگه، که حالا خوشبختانه یکی از همکارا با یکی از وکلای کشتی سانچی صحبت کرده، قراره احتمالا در 20 روز آینده ما یک نشستی داشته باشیم به همین صورت با ایشون که حقایق مثلا کشتی سانچی رو حداقل به ما بگه، یعنی آدمایی که علاقمندن به این قضیه بگه. یا مثلا شما نگاه کنید الان لو رفته که 30 میلیارد پول رفته به سوریه برای کمک به سوریه، اصلا نیست، غیب شده، هیچ کسی هم گزارش نداد. یا اصلا الان 5 تا کشتی بنزین رفت ونزوئلا، اصلا برای چی؟ ونزوئلا چرا؟ خب اگر قرار این 5 تا کشتی بره ونزوئلا، آقا همینو بدین 4 تا مدرسه باش درست کنه، اصلا بنزین نفروشی، همین هزینه باربری کشتی رو آدماشو بزنیم بیاین ساختمون بسازن، یه مدرسه بزنن توی سیستان بلوچستان فلان جا. یا مثلا همین داستان زدن هواپیما، هواپیما رو زدن تا 3 روز که اصلا همه آمریکا زده، کی زده، چی زده، بعد که تموم شد حالا قبول کردن، هر کی معترض شده رفته برای شمع روشن کرده زندانه و خبری هم نیست. اصلا جعبه سیار هم که هنوز تحویل دولت اوکراین ندادن که الان رفته تو دهن. آقای شفای صداتون رفت، من دوستان صدا رو دارن یا نه؟ تصویرتون هم ما نداریم. الان هست، بفرمایید. خلیج که به اصطلاح بردن، در واقع مایامون رو بردن، یعنی اصلا قلمکن کردن، به قول از زیر زمین هر چیزی رو جمع کردن بردن. و اصلا میتونیم اصلا بحث گم شدن 9 میلیارد سال 97، 12 میلیارد امسال سال 98 اصلا گم شده، یعنی 4 میلیارد از این دلارای چی اسمش 4200 تومانی رفته، اصلا برنگشته، اصلا جنس نیوردن. این یه اشکاله، یعنی اینا یه اشکالایی که تو همین بحث سانسور و جلوگیری از بیان اندیشه اعلام کرده. خب ما الان در واقع من یه سری اطلاعات رو دادم که ما اصلا سانسور مطبوعات اینا رسانه ها در مملکتون در چه شرایط زیر صفری هستن و اصلا امکان این که کسی حق آزادی بیان داشته باشه، بیانش و اندیشش رو بگه یا بتونه صحبت بکنه به اون صورت در مملکتمون نیست. و یک سری دیگه که بدتر از این قضیه هست خودسانسوریه، یعنی ما چنان وحشتی بین مردم ایجاد کردن که ما همه از حرف زدنهای خودمون حتی با همسایی دوستون توی این برونورم میترسیم. من یه کوچولو توضیح میدم. ما یکی از یه فرهنگی که ما تو کشورمون داریم بحث شایعه است، نه؟ ما همیشه دوست داریم که یه چیزی که میشنویم بلافاصله به همه بگیم. من بهش میگم ما کارشناسیم، همیشه مثالم میزنم، میگم اگه سر یه میز نشسته باشید یکی بیاد یه ای وای پام پیچ خورده، اون 9 نفر بقیه یک سر میز نشستن همه بلافاصله دوا و دارو و دکتر میشن،
برای درمانش. اگه همزمان راجع به ورزش حرف زده بشه همه ورزشکاره. اگه راجع به ستاره شناسی حرف بزنه یا بگی مریخ اینطوری شد هممون میشه ستاره شناس. این درد جامعه، این درد فرهنگی رو ما داریم. با این درد فرهنگی یه بحث شایعه داریم. سپاه از این داره سوء استفاده میکنه، دولت از این داره سوء استفاده میکنه. چه کار میکنه؟ یکیشون میاد میگه که پسرخاله دختر دوست پسرخاله دختر عمه من پسرداییشو با تلفن حرف میزده، ردیابی کردن، گرفتن، بردن پدرشون. حالا من اینو شنیدم، از کی شنیدم؟ از پسرخالم. من خب مجبورم بگم، یاد من پوز بدم بابا خبر داری این شده. یه ها میبینی با یک گفته من شایع پراکن بدون آگاهی، بدون که فکر بکنم، شروع میکنم این جملات رو عنوان کردن. خب یه سری میترسن، یه سری هم وسواس ترس دارن، یعنی فقط ترس خالی نیست، یه سری وسواس ترس دارن که پیامد همین به اصطلاح حرفهای اضافی که منتقل میکنیم و اعلام میکنیم. اینه که میخوام دوستان بگم یکی از معضلات ما خودسانسوری ما و وسواس ما برای خودسانسوریه، و برای نجات از این حتما به شایعه فکر نکنیم. اصلا شایعه اینا فقط شایعه است. ما اگر 100,000 تا یا 50,000 تا یا 20,000 تا آدم داشته باشیم که بیان سر یه موضوع شایعه کنن، مطمئن باشید به فاصله 2 ماه تبدیل میشه به 500,000، ظرف 1 سال تبدیل میشه به میلیون ها. نتیجتا ما همه از هم دیگه میشنویم همون حرفی که یکی دیگه زده، اون به اسم پسرخاله دوستش مثلا معین خانوم یا شهین خانوم یا حسن آقا گفته، حالا همین ما به اسم مثلا فریبرز رو نمیدونم رومینا میشنویم، فرقی نمیکنه. این همون حرف هست، تکرار شده اومده. ایناست که درد سانسور و خودسانسوری ماست. خب من فکر میکنم حالا چجوری ما بتونیم از این درد رهایی پیدا کنیم. من فکر میکنم که اصلی ترین چیزش اینه که ما به حقمون آگاه بشیم، حقمون رو بشناسیم، یعنی آگاه بشیم به حقوق شخصی، حقوق ذاتی و حقوق شهروندی. وقتی آگاه شدیم دیگه یه لاتعالاتی مثل اینو که بشنویم محل نمیذاریم. چرا؟ چون که در قانون داریم، در قانون جهانی داریم که آقا کسی حق نداره شما رو کنترل کنه. حتی در همون قانون اساسی ما هم نوشته شده، من یادم رفته فکر کنم 31 اصل 31 یه همچین چیزی. خب این یه قضیه هست. حالا یعنی اگر که ما آگاه شدیم عملا نمیتونن سوء استفاده قرار بدن، نمیاد منو تبدیل بکنن به یه شایعه پراکن، یعنی من میشم سوء استفاده قرار نمیگیرم چون میدونن یه شایعه رو حداقل شایعه رو منتقل نمیکنن. یک، یا اینکه پای صندوق رأی نمیرم وقتی آگاه هستم، میدونم من کسی رو میخوام انتخاب کنم که نمیدونم اصلا کیه، یا من پای صندوق رأی برم به قالیباف رأی بدم که جزء اون 6 تا رئیس جمهوری بود قرار بشن، برم به اون رأی بدم که همه‌شون به هم دیگه فحش میدادن، همه میگفتن شما دزدید، شما قاتلید، شما جانی هستید، شما این هستید، شما اون هستید، و بریم تو رأی صندوق رأی بدیم، الان بشه رئیس مجلسمون، یک شنم بشه رئیس جمهورمون، یکم بشه رئیس قوه قضاییه‌مون. یعنی 3 تا آدمی که به هم نسبت دزدی، خیانت، جنایت دادن، هر سهشون در رأس کاره. حالا اینجا یا این 3 تا دروغ گفتن باید پدر اینا رو در آورد، یا هر سهشون راست گفتن پس باز باید پدر اینا در آورد، یعنی اینا اصلا آدم ها قابل اعتمادی نیستن، یا دروغگوان پس قابل اعتماد نیستن. یعنی میخوام بگم این مال اینه که عدم آگاهیه، یعنی آگاهی نیست، فقط ظاهر قضیه رو نگاه میکنیم، فراموش میکنیم، میریم کنار. این یک. وقتی که من و تو تونستیم آگاه بشیم، خودمون رو باور بکنیم، اعتماد به نفس پیدا میکنیم. وقتی گول نخوریم، 4 جا حرف اضافی زدن ما تونستیم جوابشون رو بدیم، تونستیم حداقل خودمون گول نخوریم و 2 تا دوره بریام رو نذاریم گول بخورن، اونجا ما تونستیم، یک اتفاق افتاده، یعنی یک اعتماد فردی به دست آوردیم.
اعتماد به نفس یکی از مسائل مهمی که ما در زندگیمون باید دوستانمون روش تلاش بکنن، کار بکنن. آگاهی رسانی مقدمه است، حتما بعدش باید به اعتماد به نفس برسیم. یعنی باید ما اعتماد به نفس داشته باشیم، خود باور باشیم، خودمون رو باور کنیم، اندیشمون رو باور کنیم و بر همون اساس زندگی بکنیم. یعنی باورمون بر این باشه که آقا ما می‌خوایم زندگی کنیم، این راهو انتخاب کنیم، باش بریم جلو. نه اینکه از یه چیزی گمات یا بترسیم عوض کنیم یا گول بخوریم عوض کنیم. نه، آگاه باشیم کارمون انجام. ما بعد از اینکه تونستیم خود باور باشیم، مطمئن باشیم، اعتماد به نفس که داشتیم، مطمئناً مطالبه گر میشیم، پرسشگر میشیم، خواهان اطلاعات هستیم، اطلاعات صحیح هستیم، دنبالش میریم، دیگه فراموش نمی کنیم حقمون. مطلب دیگه که میتونم اضافی بکنم، اعتماد به نفسی که بعد از فرد به وجود میاد، این اعتماد به نفس افراد میتونه جامعه رو به جایی برسونه که خود جامعه خودشو باور داشته باشه. اون وقته که ما میتونیم راحت بشیم، میتونیم رهایی پیدا کنیم از هر بندی. اصلا مهم نیست کدوم بند، بند اسمه میخوام بیارم، اسلامی، غیر اسلامی، ایدئولوژی، غیر ایدئولوژی، نمیدونم سلطنتی، پادشاهی، از همه اینا رها میشیم. چرا؟ جامعهمون دیگه خود باوره. جامعه که وقتی میخواد رأی بده دیگه به قالیباف و امثال هم رأی نمیدن و عملا به کسایی رأی میدن که تعریف شده باشن. به جایی میرسه که میرن برای خودشون احزاب ایجاد میکنن، حزب درست میکنن، قانون تغییر میدن و میرسونن خودشونو به اونجا. و این اتفاقه که میتونیم ما به نتیجه برسیم. پس من میخوام بگم اولش آگاهی، خودباوری فردی، خودباوری جمعی، این چیزیه که ما رو میتونه به رشد و به اصالتمون برسونه. من منصر سوال هستم، هر سوالی باشه من دارم. ممنونم آقای شفایی، امیدوارم مفید بوده باشه. خیلی عالی بود، دستتون در نکنه. فقط یکی دو تا سوال پرسیده بودن، اتفاقا الان یک کوچولو در موردش توضیح دادید که ارتباط خودسانسوری با دموکراسی چیه، که تقریبا یک کوچولو در موردش توضیح دادید. و بحث بعدی که سوال بعدی که شده که آیا تغییر لباس اجباری توسط دولت خودسانسوریه؟ اینم سوال بعدیه و من خواهش میکنم که این دو تا سوال جواب بدید و من بعد سوال بعدی رو مطرح کنم که هم برای خودم. سوال اول یه بار دیگه تکرار کنم، ارتباط خودسانسوری و دموکراسی چی میتونه باشه؟ من که راحت توضیح دادم، یعنی خودسانسوری اول، اگر که دموکراسی میخوایم داشته باشی یعنی باید آگاه باشی. درست. شما در آگاهی میتونیم به دموکراسی برسیم. وقتی که ما خود آگاه باشیم و باور داشته باشیم خودمونو، اعتماد به نفس داشته باشیم، طبیعیه که میتونیم در واقع دموکراسی داشته باشیم. اگر ما خودمونو باور نداشته باشیم حتما خودمونو سانسور میکنیم، حتما دموکراسی نخواهیم داشت. ما زمانی موفقیم در دموکراسی که سانسور وجود نداشته، چه سانسور دولتی، چه سانسور قدرتی، چه سانسور فردی، یعنی خودسانسوری. یعنی اصلا این دوتا اصلا با هم خیلی فاصله دارن و حتما باید خودسانسوری و سانسور از بین بره تا دموکراسی واقعی وجود داشته باشه. چون یکی از ارکان، عرض کنم که دموکراسی، مطبوعاتشه. یعنی بودن مطبوعات و بودن آزادی بیان اندیشه یکی از اصول دموکراسیه. یعنی اگر این وجود داشته باشه نتیجتا احزاب میتونن حرفاشون رو بزنن، مردم میتونن اعتراضاشون رو بکنن، هر کسی میتونه خواستش رو بگه. خب طبیعیه در دموکراسی بایستی به این خواسته ها توجه بشه. یعنی نمیتونید شما توجه نکنید. وقتی جمع این چیزی رو میخواد مجبورید بهش بها بدید. سوال دوم در رابطه بود، سوال این سوال من بگید، من آیا تغییر لباس اجباری توسط دولت خودسانسوری محسوب میشه؟
خب ببینید این اصلا این سوال من متوجه نشدم، یعنی لباس اگر دولت بگه آقا لباس ها رو باید عوض همون کنیم، خب انتخاب در واقع پوشش یه نوعی منظورشونه فکر کنم، انتخاب حجاب پوشش، انتخاب اجباری. پوشش این خب طبیعیه، این در خودسانسوری نیست، اون دستور از بالاست، اون دیگه قانون گذاروندن. اینجاست که بایستی شما بلد باشید قانونتون رو بدونید، حقوقتون رو بشناسید، اعتراضتون رو بکنید. نه اینکه الان من میدونم خانوما در ایران دارن برای بحث پوشش اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، زنداناشو دارن میکشن، اما چند نفر؟ چند تا؟ تعداد محدود. اما میبینیم وقتی یه خانومی هم یه سری رو سریش بازه، 6 تا خانوم دیگه میان بهش توهین میکنن. یعنی هنوز جامعه به اون روش نرسیده. طبیعیه خودسانسوری است، طبیعیه حکم مملکتیه، که اونم در واقع سانسور پوشش انسانیه، در واقع یه نوع پوششه، ولی در رابطه با آزادی بیان اندیشه نیست، ولی جزء پوشش هستش و میشه روی این قضیه هم گفت. ولی اصل اینه که باید مردم آگاه بشن، یعنی باید ما جامعهمون حداقل به 40% آگاهی برسن. در 40% آگاهی ما میتونیم مقاوم تر بشیم، در مقابل اون 60% دیگه اکثر عمل داشته باشیم، نه اینکه بیان ببینیم مثلا یک مردی داره یه خانومی کتک میزنه، چرا رو سری سرته 8 مردم دورش دارن دموشش فیلم میگه. چرا؟ چون اون 8 هنوز به اون حد نرسیدیم، یعنی هنوز به اونجا نرسیدیم. یا چرا هم سلیمانی کشته میشه، میلیون ها آدم میرن، نه 70-80 تا توی کرمان کشته میشن به خاطر زیر دست و پا، به خاطر اشکالاتی که در خیابون و خیابون بستی داشته یا هرچی. خب این در واقع مال ناآگاهیه، این ناآگاهی ماست، ما اول باید آگاه بشیم. درست. مرسی، خواهش میکنم. امیدوارم تونسته باشم. ممنونم ازتون، دستتون در نکنه، عالی بود. من یه سوال دیگه هم دارم میبینم که میگه این رفتارهای مردم ناشی از ترسه، و خب چه کار کنیم که مردم نترسن؟ که بازم همون جوابش فکر میکنم همون آگاهی، اگه آگاهی داشته باشیم قطعا اعتماد به نفس داریم، و در موردش توضیح دادید. این رو عرض کردم که دوستانی که هستن در لایومون بدون من میتونم توضیح بدم. خب بفرمایید. میتونم یه یادآوری کنم. یادتونه من وسط صحبتام عنوان کردم یکی از دردهایی که در فرهنگ ما هست مسئله شایعه پراکنی است، یعنی برای اینکه خودی نشون بدیم تو جامعه، هرچی رو میشنویم یک کمی هم کم و زیادش میکنیم، تبدیل به یکی دیگه میدیم. این جزء فرهنگ ماست. از این فرهنگ جمهوری اسلامی، عواملش، عوامل خائن، یاد گرفتن همینو میان عنوان میکنن. وقتی که عنوان کردن، بعد از یک سال، وقتی 10 تا عنوان بشه، بعد از یک سال تبدیل به 1,000,000 میشه همون جمله، و این باعث ترس ماست. ما وقتی آگاه بشیم جمله رو که ایشون میگه ما نمیپذیریم ازش، نتیجتا شایعش نمی کنیم. در واقع جمهوری اسلامی با این شایعه پراکنی عملا قدرت رو به دست گرفته و هر کاری بخواد میکنه، و ما مردم هم از ترسمون حتی با هم دیگه حرف نمیزنیم. من اولا گفتم یکی از مواردی که ما مشکل داریم حتی خودسانسوری در روابط فردی داریم با هم دیگه. میخوایم سوار تاکسی بشیم، اول میترسیم اون تاکسی خودش سواکی باشه یا امنیتی باشه، یا اون از من میترسه من امنیتی باشم، یعنی هممون از هم دیگه میترسیم، حاضر نیستیم حرف بزنیم. درست. یا اگرم حرفی بزنیم فردا پشت در میریم، یه جوری در میریم که دیگه ما یارو نبینه ما. تو مهمونی، تو جلسات داخلی خانوادگی میشینیم، یکیمون که مثلا پاسدار بوده یا بسیج بوده همه قفلن، دهنا بسته است. چرا؟ چون ناآگاهیم، چون آگاهی از حقوقمون نداریم. ما حقمونه حرف بزنیم، حقمونه بدونیم چرا آقای خاوری 3,000,000,000,000 برد، کسی ککش گزیده نشد، مردم آواره موندن. ما مردم باید بدونیم چرا 5 کشتی که میلیون ها هزینه حمل و نقلش، نه خود بنزینش، میلیون ها دلار هزینه حمل و نقل این کشتی بوده. آقا همینه به خرج مردم بکن، نمیخواد بنزین بده، خودش بره کشتی برسی به برداره ببره.
و تو چرا میبری براز؟ تو بنزین مفتی میخوای بدی؟ خب بده بس بگو بیا ببم هرچی میخوای ببم. یا این همه ببین یعنی اینا یه چیزاییه که ما نمیشینی باز رسپت بکنیم و اینه که در واقع باعث میشه که ما نتونیم به اون اهداف اصلیمون برسیم. من خواهش میکنم راجع به این قضیه فکر کنید. راجع به تک تک موضوعاتی تو جامعه پیش میاد. چرا برای آقای فلوید برن شم روشن کنن تو خیابونا این همه هم آدم برن دوره برنش. و چرا برای جوونی که رفته بود جلوی دانشگاه برای بچه هواپیما شم روشن کرد بود تو چهلومش زندان براش بریدن. شلاق بریدن زندان. چرا؟ ببینید ایناست دیگه که ما نیاز داریم ببینیم. اون ترس ناشی از ناباوری خودمونه و ناشی از این فرهنگ شایع پراکنی. دقیقا حالا پیرو به حرف شما باید اضافه کنم که الان ما برای یک نفر که تو یک جای دنیایی کشته میشه یا زخمی میشه یه اتفاقی براش میفته یعنی خبرهای ایران یعنی خبرگزاری ها و اخبارهای ایران تماما دارن پوشش میدن اون رو. اما حالا حدود 8 ماه فکر کنم از اعتراضات آبان ماه گذشت و هنوز یه آمار درست و دقیقی در مورد کشته شدگان که کاری که خودشون کردن هیچ وقت انتشار داده نشده و خیلی مواردهای دیگه که بوده و به نظرم که همش سانسور شده. اما خب سوال بعدیمونم آقای شفایی خدمتون عرض میکنم که دوست عزیزی گفتن که نظر اگر شخصی به آگاهی رسیده اما ترس باعث سکوت شده که الان خیلی از در جامعه همون فکر کنم این خیلی زیادم هست نجات از ترس چه راهکاری داره؟ ببینید ترس چیزای شخصیه. من باورم اینه که ما اول آگاه که بشیم قواعدو که بدونیم نمی ترسیم. اگر بخوانم بترسونمون چون آگاهیم دیگه نمی ترسیم. حالا این که من دارم میگم مبنا بر اینه که الان چرا مثلا جوون ما میره اعتراض میکنه؟ به این دلیل به آگاهی رسیده میره اعتراض میکنه. حالا میزنم میکشم حالا 6 ماه میمونه با دوباره 4 تا دیگه میرن. اون آگاهی است که بهش اجازه میده که نترسه. ببین من یه مثال دیگه میزنم. اینو چند بارم گفتم جای مختلف. ببینید ما در یه مقطعی بانکای سرمایه‌ای و اینا پولای مردم رو خوردن و پول به مردم ندادن. نه بهره میدادن نه اصل پولو میدادن. مردم دیگه اعتراض دن به این بانک در اون بانک در اون بانک و هر روز و پلیس هم میومد میزد و دستگیر میکرد یه سری کارهای اینجوری انجام میداد و با توجه به این اتفاقایی که میافتاد خود دولت مجبور شد. چرا؟ چون وقتی میگرفتن میزدن باز آدما میومدن. چرا؟ چون پولشون بود زندگیشون اونجا بود. این اون آگاهی است دیگه ترس وجود نداشت. میدونست بره در بانک تظاهرات کنه پلیس میاد میزنتش میبرتش ولی پولش رو میخواست. آگاهی اونه. اینجاست که آگاهی حقش رو میخواد میره وای میسته میزنه. نتیجتا دولت آمار داده 40 و نزدیک 50 هزار میلیارد تومان این بانک های ورشکسته رو داده تا الان اومد تقصیر. برای همین الان صدا خوابیده. اگر نداده بود هنوز مردم دنبالشون بودن. پس من میخوام بگم آگاهی و باور خودمون اعتماد به نفسمون کمک میکنه به این که ما بتونیم نترسیم. شایعه میاد ما نترسیم. ما الان همه یاد بابا من توی آلمان اومدم پناهنده بشم اولین جمله‌ای که یه آدم یه جوان اومد به من گفت اسمش اخمیر بود 21 سالش بود اومد بهم گفت فلانی اینجا همه جاسوسن با هیچ کس حرف نزن توی آلمان. بعد به من یاد میداد که با تلفن و هندی به اون صورت نبود یا تلفن موبایل به این صورت تو آلمان رایج نبود برای مثلا ما که پناهنده بودیم. میگفتش که اگه داری با تلفن عمومی صحبت میکنی از یه تلفن 3 تا زنگ نزن تلفن‌های مختلف استفاده کن.
بعد گفتم مدرسه برای چی؟ گفت دارن گوش میشن. گفت آقا دیوونه ای مگه؟ میدونی چی میگم؟ یعنی این اینا دیگه چیه که به من گفتن دیگه، من 50 ساله اینا رو به من میگفتن، که بعد من بهش گفتم آقا تو جاسوسی؟ گفت نه. گفتم خب من اگه نیستم پس هیچ جاسوس نیست. اینو من به همه میگم، به تمام دوستان میگم بابا کسی تلفن ما رو شنود نمیکنه. من 21 ساله دارم با تلفن با دوستامون صحبت میکنم راجع به کیسشون، راجع به مسائلشون. راجع یه بار یکی سر اومد میگم با این تلفن چرا داری صحبت میکنی؟ یعنی میخوام بگم که این باور خودمون، اعتماد به خودمون باعث میشه که چیزی نترسیم. ولی وقتی اعتماد به نفس نداری، آگاهی نداری، میترسی. مثل اینه که بیاد مثلا الان بگن که آقا اگر الان از در بیری بیرون دو تا سگ سر کوچه ایستاده میپرن میگیرن، خب تو میشنوی باور میکنی دیگه. کی گفته دختر عمه خاله دایی پسر خاله یه نفر؟ شما وای میسی دیگه نمیری بیرون دیگه. هر از گاهی یه سر میکشی میبینی سگی نیست، میگی نکنه تو پشت خواهی شده. آقای شفایی 20 ثانیه دیگه جرأت نمیکنی. 20 ثانیه دیگه خب میخوام قطع کنیم. اگه دوست دارن ادامه بدیم من بیام قطعا برمیگردیم و مجددا ادامه میدیم اگه دوستان باشه. ممنونم آقای شفایی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خب من داشتم راجع به بحث ترس و اینا بود صحبت میکردیم دیگه. بله یادم رفت. خب ببینید اون ترس رو بایستی ما خودمون با خودمون کار کنیم، یعنی آگاه بشیم، اطلاعاتمون رو قوی بکنیم و بعدش دیگه نترسیم دیگه. وقتی اطلاعات داریم حالا میتونیم حتما نریم شمشیر بکشیم بریم به جنگی یا مثلا بریم تفنگ بگیریم، یا واقعا ما میتونیم در خود آگاهیمون هستیم، خودمون حداقل باج نمیدیم. یعنی حداقلش اینه که من وقتی آگاه هستم به من میگن آقا انتخاباتی نمیرم پای صندوق دیگه، میتونم نرم دیگه، اینکه دیگه چون در آگاهی هستم میدونم که برم سرم کلا میذارن نمیرم. یا وقتی تو روزنامه میخونم که آقا مثلا یا اعلام میکنن که با قدرت 5 کشتی فرستادیم رفت مثلا ونزوئلا، من پیش خودم میگم از احمقای این، خب آقا چرا میفرستین اونجا؟ این بنزین رو همینجا تعویض بدیم، خود اونا بیان ببرن دیگه، بردنش با خودش. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی این اجازه رو دارم که فکر کنم. خب همین رو میتونم به 4 تا دور بریان بگن، اونا هم فکر کنن، آشنا بشن دیگه. سر من اگه سوال دیگه هم هست، سر همین بنزین 1500 نفر آدم کشته شده تو ایران. بله بله، راحت رفت اون بر و هیچ اتفاقی هم نیفتاد متاسفانه. بله. آقای شفایی سوال بعدی هم یکی از دوستان پرسیدن، نوشته که خب میدونید که نقض حقوق بشر در ایران خب زیاد هست و اخباری هم که انتشار داده میشه در مورد این خب خیلی کمه، شاید میشه گفت 10% یا 15% این اتفاقاتی که داره میفته، اما این وسط وظیفه فعال حقوق بشر چیه؟ خب طبیعی فعال حقوق بشر یکی از وظایفش به اصطلاح آگاهی رساندنه و یکی دیگه‌اش افشا کردنه در واقع، یعنی آگاهی رسانی و افشاگریه. خود افشاگری در واقع همون کار رسانه است انجام میده و اینی که ایشون گفته بین 10 تا 15% کانون در واقع داره کاری که انجام میده، ما خودمون معتقدیم که نزدیک به 20-25% حقایقو داریم بیان میکنیم. چرا؟ چون ما بر اساس رسانه‌های داخل کشور داریم گزارش تهیه میکنیم که رسانه گزارشاتمون قابل قبول باشه برای جامعه جهانی، به این دلیله که این تعدادش در واقع کمه. به همین دلیله که نقض حقوق بشر در ایران مستمر هستش. فقط زمانی ما میتونیم کاری بکنیم که در واقع تعداد فعالان زیاد باشن، دوستانی که در ایران هستن بتونن روشنگری بکنن، آگاهی رسانی بکنن. من همیشه گفتم ما میتونیم وبلاگ‌هایی که در ایران داره تولید میشه، اطلاعات دارن میدن، میتونیم از اونها بهره برداری کنیم. یعنی رسانه‌ای که در ایران داره کار میکنه ما میتونیم انجام بدیم. حتما هم نباید باشه مثلا رسانه مثلا اسمی باشه، مثلا روزنامه اطلاعات یا کیهان مثلا ایران باشه، نه میتونه یه رسانه خیلی کوچیک محلی هم باشه، میتونیم به اونها استناد کنیم و کارمون رو انجام بدیم.
طبیعی این کمبود وجود داره، ولی باز من مجبورم بگم آگاهی و خودباوری، پیگیری، در واقع این چیزهایی که میتونه ما به اون رشدمون، به اون خواستمون برسونه. درست. ممنونم ازتون آقای شفای. دوستان دیگه اگه سوال دارن میتونن مطرح کنن در حین جلسه و صحبت‌های آقای شفایی در حین لایومون. ولی خب یک چیز دیگه من میخوام اضافه کنم به صحبت‌های شما، این که فرهنگ نقد رو از مردم گرفتن و اصلا تبدیل شده به یک جور در جامعهمون. داریم میبینیم که هر کسی نقد کنه اولا جور مرتکب شده و الان اغلب اونهایی که الان نقد کردن توی زندان هستن و این یکی از فقرهایی که ما در کشورمون داریم میبینیم که فرهنگ نقد رو از ما گرفتن و ما عملا نمیتونیم نقد کنیم. این یکی از بلاهایی که سر مردم ایران اومده. نمونش هم میتونیم بگیم همین خیلی وقتم پیش نیست، بیانیه 14 نفری که امضا شد نقد کردن، رهبری رو نقد کردن و هران همشون تو زندان هم و حکمای سنگین هم براشون بریدن. متاسفانه این اتفاقات در ایران میفته و هیچ کس هم پیگیرش نیست و هیچ کس هم پاسخگو نیست. حداقل اینکه اینم برمیگرده به همون عدم آگاهی که شما گفتید، وگرنه اگر آگاه بودیم قطعا هیچ کس جرئت نمیکرد اینجوری پاسخگو نباشه. ممنونم از شما آقای شفایی، خیلی صحبت‌های خوبی بود و خیلی خوب شنیدیم. صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم و با اجازهتون بعد از این دیگه جلسه رو و لایومون رو تموم کنیم. بفرمایید، در خدمتتون هستم. یه موضوعی که من به ذهنم رسید در رابطه با صحبت که شما کردید، ما از 15 سال پیش وقتی یک دستگیر میکردن یک کسی رو یا یک روزنامه نگاری رو میگرفتن یا یک کاری اتفاق میفتاد، یه سری روزنامه نگار، نویسنده و آدم های روشنفکر در ایران به اصطلاح صورت دادخواست تهیه میکردن و اینو به برای بقیه میفرستن که بقیه هم امضا کنن. من هیچ وقت ندیدم این دادخواست ها تعدادشون از 600-700 تا به بالا بره. یعنی یه سری آدم های معین که حدود 600-700 نفر بودن فقط امضا میکردن منتشر میکردن و هیچ وقت ندیدم این دادخواست به 10,000 تا برسه. مثلا فرض رو خانم ستوده رو گرفتن، یه عده اینش اصلا نوشتن، امضا کردن، دادن تو اینترنت، حالا فرض کن 4 تا مثل من و 4 تا دیگه هم امضا کرد، شده مثلا 700-800. دلیلش چیه؟ دلیلش همون صحبتی بود که اون دوستمون راجع به انتخاب پوشش گفت. دلیلش اینه که ما تعدادمون برای آگاه بودن کمه، یعنی آدمایی که آگاهن به حقوقشون کمه. نمونهش دختر خانم میگه تو خیابون میره روسریشو تکون میده که هم جابجا میشه، 6 تا خانم بهش حمله میکنن، 4 تا خانم حمله میکنن غیر از آقایون. حتی پیره مرده میاد اعتراض میکنه. نمیدونم، من دیدم فیلم ها را، یعنی اصلا باور نمیکنه که بابا تو چی کار آدم ها داری تو برو زندگی تو بکن. اینجاست که در واقع ما نیاز داریم، ما واقعا محتاجیم، ما حتما بایستی هم دیگر آگاه کنیم، حتما باید با هم کار بکنیم و این در همکاری و در کنار هم بودن و با هم بودن بدور از تنش، هر دو احترام به هم بذاریم، آزادی بیان اندیشه هم دیگه رو احترام بذاریم، سری درگیر نشیم. من یه مثال زدم براتون، گفتم کنفرانس برلین برگزار شد، ریختن اصلا نشون دادن که اصلا ما بلد نیستیم با هم دموکراسی اجرا بکنیم. یا مثلا یه گروهی به اسم خشم وجود داره در که خداشامیهنه، که وقتی یک تظاهراتی برگزار میشه اگر عکس پهلوی و اگر پرچمش این خوشی نباشه میریزن اونجا رو به هم میریزن. خب ایناست دیگه، یعنی این یعنی این حزب الله جمهوری اسلامی، هر کی میره سخنرانی کنه میریزن پدرشو در میارن میبندن اینجا رو. یعنی ایناست که ماها باید کار بکنیم، باید حرف بزنیم، چه خارج از کشور چه داخل. بابا در همین خارج کشور شما فقط کافیه در یک صفحه فیسبوکت یک کلمه انتقاد کن از پهلوی،
یک عالم فوش میاد، اصلا در حرف رکیک. ما یک سخنرانی کردیم در رابطه با انقلاب یا شورش، یه عالم با معرفتی برای زور نوشته بود، حالا نمیدونم، حالا یه حرف مفت. خب میدونی اصلا باور نمی کنن که اصلا یعنی چی. خب شما انتقاد دارید جواب بده، تو میگی انقلاب بود، تو میگی شورش بود، خب جواب بده. خب من که گفتم شورش بوده، تو میگی انقلاب بوده. میدونی بلد نیستیم. الان هم تو خود فیسبوک مثلا می نویسه، همین امروز خوندم نوشته هر کس پرچم شیر و خورشید رو، اگه ایرانی هستی پرچم شیر و خورشید رو قبول کن امضا کن. یعنی چی؟ یعنی معیار ایرانی بودن من رو باید تو تعیین کنی با یه پرچم شیر و خورشید؟ اصلا اینا زیبنده من و تو نیست. چه معیاریه؟ یا می نویسن که اگر ایرانی هستی فلان کارو بکن، این قضیه اتفاق افتاده امضا کن، امضا نکنی نمیدونم ایرانی نیستی. من اصلا تعجب میکنم، نمیفهمم یعنی چی. بابا خب من حرفمو زدم، تو حرفتو بزن. پس ما خیلی کار داریم برای آگاه شدن، خیلی وقت هست برای آگاه شدن. باید انرژی بذاریم آگاه بشیم تا بتونیم به اون چیزی که ایدئال ماست، آرمان ماست، که در واقع راحت و امنیت داشتن در زندگی است، برسیم بهش. مرسی. من صحبتی ندارم، اگه موردی داشته باشم در خدمت هستم. ممنونم. فقط اضافه کنم که آقای گلزار فرمودن که مردم باید برای مبارزه با سانسور جمهوری اسلامی ایران خود رادیو بازار بشنوند و جو سانسور رو بشکنند. این رو من این چیزی که نوشته بودن رو خوندم. احتمالا منظورشون اینه که نه که برن با رادیو بازار، نه یعنی خودشون رادیو در بازار، همون شهروند خبرنگاری که یعنی کتابی شده. بله. شهروند خبرنگاری که دقیقاً. درست. من فقط میخوام یه اضافه کنم در مورد مطبوعات که شما به خوبی صحبت کردید. یه نگاهی داشتم به مجوز راه اندازی مطبوعات در زمان مصدق و در زمان حال. خیلی جالب بود برام اینکه گزینه‌هایی که داشت زمان مصدق، اینکه سواد خوندن و نوشتن داشته باشی و ایرانی الاصل باشی. بعد این ور اومدم نگاه کردم 4 صفحه شرایط داره و هر عین 4 صفحه قبول کنی پسر. آره دقیقاً. و عین 4 صفحه شرایط هم باید مجوز ارشاد رو بگیری، مجوزهایی که باید داشته باشی باید بگیری و نمیدونم قبلا سوء سابقه نداشته باشی. ولی خب از اون طرف برای یه نشریه اینقدر سختگیری میکنن، از اون طرف میان و بس کنترل میکنم، میان یک شخصی رو که شناسنامهش مشخصه، دزدیهاش مشخصه، همیشه رئیس قویس مجلس. اینا همش یکی از موزلاتی که از همون سر ناآگاهی میاد. به هر حال خیلی ممنونم ازتون آقای شفایی که تشریف آوردید در لایو ما و صحبت های خیلی خوبی شنیدیم. من ممنون میشم از شما، یادآوری خوبی کردید. من عرضتون رشتام نوشته بودم راجع به دوره آقای مصدق که بگم که در اون دوره 2 ساله صدها توهین به مصدق شد، کاریکاتورهای متعدد بر علیهش کشیده شد، اما یک نشریه رو نه دادگاه برد، نه اعتراض کرد، نه چیزی. گفت مطبوعات رکن اصلی مملکته، میتونن اعتراض کنن، هر کاری خواستن میتونن انتقاد کنن و هر کاری میخوان انجام بدن. و دوره طلایی واقعا بود در اون مقطع که فوق العاده عالی بود، ولی خب دیگه کودتا بود، داستانهای بعدیش نشد. البته الان اسم مصدق رو بیاری یه عده شاخاشون تیز میشه که چرا گفتید مصدق اون خائن بود. این متاسفم واقعا، یعنی یه مرد بزرگی که وجود داشت و خیلی از اندیشه‌هاش هنوز داره تو جامعه حرکت میکنه. مرسی، خیلی ممنونم. فکر کنم به جایی رسیدیم که آقای شفایی تو جامعه همون الان به هر کسی که خیانت نکنه باید بگیم آدم خوبیه، یعنی حتی اگه کار خوبم انجام نده. ولی خب پیشینه‌ای که آقای مصدق داشت قطعا خب
هم زبان زده و فوق هم العاده است. کارنامه ای که هست ازش وجود داره مشخصه و نیازی نیست که در موردش صحبت کنیم، هرچند که خب دقیقا یه خورده تاریخ رو تغییر دادن و تحریف کردن متاسفانه که باعث شد یه عده خب ذهناشون ذهنیتاشون عوض بشه. ممنونم از شما آقای شفایی، خیلی خوشحال شدیم که در اولین لایومون شرکت کردید و مرسی بعد از از این شما قطعا با برگزاری مجددا خواهش برنامه. میکنم، قطعا بعد از این در خدمتون هستیم. من فقط اشاره کنم به این موضوعی که ما 17 جوان باز یک لایو دیگه داریم با آقای محمد درویش که فعال محیط زیست در ایران هستن که در خدمت ایشون هستیم در مورد بیابانزایی. این رو هم خدمت دوستان اشاره کردم که تشریف بیارن و فکر میکنم اون برم صحبت های خیلی خوبی باشه. سپاسگزارم از دوستانی که همراهیمون کردن و خیلی خوشحالم که در خدمتشون بودیم. امیدوارم که از جلسه استفاده کافی رو برده باشم. سپاسگزارم از شما مرسی، و خیلی خدا ممنون. نگهدارتون. از شما تشکر. تا خواهش میکنم. دوستان سپاسگزارم از شما و آرزوی سلامتی و شادی دارم براتون. امیدوارم که از جلسه لذت برده باشید و همچنین از شما دعوت میکنم که در جلسات بعدی ما حتما شرکت کنید. مرسی، ممنونم، خدا نگهدارتون. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.